خب همونطوری که ملاحظه کردین یک صحنه ای رو نشون میده که ظاهرا مردم از چند سازمان سیاسی یا ایرانی های خارج کشور اومدن تظاهرات میخوان حمایت بکنن از انقلاب مردم ایران، از اعتراضات مردم ایران، از خیزش مردم ایران. بعد یک سری شعار میدن، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که احتمالا یک گروه کوچک کمونیستی این شعار رو میده. این طرف هم میگه ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره و مرگ بر چپی. خب ببینید این یعنی در دام افتادن اپوزیسیون که اومده کف خیابون تو خیابونای اروپا، آمریکا، استرالیا میخواد دفاع بکنه از مبارزات مردم ایران. خب این افتادن توی دام اوناست. من نمیگم بحث نشه تو این تلویزیون ها برم بشینم بحث بکنم، ولی وقتی اومدن تو خیابون و شعار مرگ بر خامنه ای میدن دیگه دلیل نداره. ما تو ایران شاک نداریم که میگن شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. شاه 43 سال پیش کشور رو گذاشت اومد بیرون، بعدش هم فوت کرد. پسرش هم که هیچ ادعای پادشاهی نداره و بیشتر میگه من تمایلات جمهوری خواهی دارم و به رأی مردم در فردا ایران احترام میذارم. بذاریم ما همه به رأی مردم در فردا ایران احترام بذاریم. هر کدوم از ما یه رأی داریم و امروز در ایران مردمی که میرن جلوی گلوله کسی نمیپرسه تو چپی هستی، هوادار پادشاهی هستی یا هوادار مجاهدی، چی هستی. اصلا این حرفا نیست. این متاسفانه تو خارجه، برای اینکه دشمن رو نمیبینه. پلیسای انگلیس هن، اروپا هن، نمیدونم امریکان که کاری هم با تظاهراتون هم حمایت میکنن. بنابراین تو این دام نیفتین. اتحاد رمز پیروزی، این حرف رو بی خود نگفتن. وقتی این تظاهرات شروع شد اوج گرفت که حالا امروز با افتخار میشه نام این خیزش رو انقلاب مردم ایران گذاشت، واقعیت اینه که این انقلاب همه اقشار و طبقات ایران رو در بر میگیره، چه سرمایه‌دار، چه کارگر، چه اقشار کارمند، نمیدونم اقشار میانی. برای اینکه مردم بی خود نمیگن تانگ، توپ، فشفشه، آخوند باید گم بشه، مرگ بر خامنه ای میگن، مرگ بر جمهوری اسلامی میگن، شعار ایجابی هم مطرح میکنن، زن، زندگی، آزادی. خب این سرود هم داریم، سرود که برایم که امروز همه دارم میخونیم در همه تظاهرات ها، در همه مجالس، در همه تلویزیون ها، در همه کشورها به زبان های مختلف داره اجرا میشه. خب بنابراین ما هم پرچم داریم، هم سرود داریم. این دعوا ها رو بذاریم برای فردا با رأی خودمون. این که میخواد سلطنت بیاد یا میخواد یه جمهوری معمولی بشه، همه باید احترام بذاریم به آرای مردم. اصلا دعواش امروز نیست. ببینید درست هست که دستگاه سرکوب که خیلی اراده هم برای سرکوب داره، آمادگیش هم داره، ولی در فرسوده میشه. همه شهرها همین امروز از زاهدان بگیری تظاهرات میلیونی بود به نظر من، با اینکه 90 نفر 93 نفر رو کشتن در این جمعه، مردم باز اومدن تو خیابون میگفتن مرگ بر بسیجی. در کردستان که الان شهرهای کردستان جمهوری اسلامی سعی میکنه که صحنه مبارزه رو عوض کنه، بازی زمین بازی رو عوض کنه، از مبارزه سیاسی اینو تبدیلش بکنه به مبارزه مسلحانه. واسه همینم حمله میکنه با پهپاد و موشک، 80 تا موشک به مقر احزاب کردی در کردهای ایران در اقلیم کردستان میزنه که اونها رو وادار کنه بجنگن. در زاهدان هم همینه، با هوشیاری اینها
این توطئهشون خونسا شد. اگه یادتون باشه اول که خیزش مردم شروع شده بود توی این شبکه‌های اجتماعی دستگاه اطلاعاتی می اومد اون سربازای پیشمرگایی که دو سال پیش اومده بودن تو اشنوی چند ساعت یا یک ساعت دو ساعت اونجا مانور میدادن اون رو پخش میکرد، یعنی برای اینکه یک نگرانی ایجاد بکنه که او ایران داره تجزیه میشه. حالا اومده بین یه عده به نظر من که هر دو افتادن تو دام دستگاه اطلاعاتی. من نمیگم نقد باید باشه، ما نه اینکه ما اومدیم تو خیابون میخواییم دفاع بکنیم از مبارزات مردم، بیاییم اونجا با همدیگه علیه همدیگه شعار بدیم، یعنی معنی نداره. هرچند این خیلی کم بوده، یعنی اینجوری نبوده. من خودم توی کوپنهاگ ده ها گروه سیاسی اومدن تظاهرات کردن و خیلی جالب بود. مثلا فرض کن چپی ها اومده بودن یک تظاهراتی گذاشتن، بعد مثلا گروه بعدی که مثلا چند ساعت بعدش یا یک روز بعدش برنامه داشته خودشون اومدن اعلام کردن، روز بعد دوباره همین آدم ها رفتن تو اون برنامه شرکت کردن. خب این خیلی جالب، اصلا همچین رویه ای نیست. اما دستگاه اطلاعاتی، ببینید دوستان، ما 17 تا سازمان یا وزارتخونه و سازمان و دستگاه رنگارنگ اطلاعاتی داریم که مهمترینشون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، و اینها توی خارج کشور هزاران خبرچین دارن، هزاران نفوذی دارن. در این 8 میلیون و عجیب هم نیست 20 هزار تا 30 هزار تا 40 هزار تا آدم دارن، و اینها به اینا دستور داده شده که برن روی اختلافات و شکاف هایی که وجود داره و برای هر کدوم از اینا یک مسئول انتخاب کردن. مثلا من 100% میدونم که یک مسئولی وزارت اطلاعات انتخاب کرده که برای زدن تلویزیون اینترنشنال. چرا؟ برای اینکه به قول لنین میگفت که، حالا من لنین رو قبول ندارم، ولی میگفت مبارزات بلشویک ها رو روزنامه پراودا در واقع رهبری میکرد، مبارزات کارگران. واقعیت اینه که در نبود اینترنت در داخل کشور نقش این تلویزیون های پربیننده مثل ایران اینترنشنال، شما نگاه بکنید 24 ساعته دارن کار میکنن، دارن برنامه اجرا میکنن. حتی در یک شهر کوچیکی مثل یکی از شهرهای کوچیک ژاپن پیروز نشون میداد، مردم 30 نفر 40 نفر اومده بودن گفتن مرگ بر خامنه‌ای رو پخش میکرده، تا برسه تمام اخباری که از ایران میرسه اینا رو پوشش میده. صدها کارشناس داره، صدها خبرنگار داره، خب پولش عربستان میده، دستشون درد نکنه، دارن برای ایران، برای دموکراسی ایران. حالا خودشون همچین دموکراسی ندارن، خیلی خوب، اگر برای فلان خبرنگار ایران اینترنشنال شرط و شروط قائل میشدن حرف مخالفین درست بود. حالا یه مثلا سیما ثابت رفته تو یکی از این مجالس حقوق بشری شرکت کرده و یه فردی اومده اینو علم بکنه. حالا من نمیگم موضوعش غلط، انتقادش نادرست هست، نه انتقادش هم میتونه درست باشه، ولی برای اینکه میخواد زیر آب ایران اینترنشنال رو بزنه، یکی دیگه میاد زیر آب مناطور رو میزنه، یکی دیگه میاد زیر آب بی بی سی رو میزنه. ببینید اینها از ایران اینترنشنال تا بی بی سی تا رادیو فردا تا مناطور تا زمانه تا همه رسانه های فارسی زبانی که پشتشون یه دولت هست یا از مالیات مردم انگلیس تامین میشه یا اینکه یه دولتی میاد یه کمکی میکنه به دلایل مختلف، ولی اون چیزی که برای ما سود داره اینه که صدای بی صدایان میشه. امروز دارن میکشن، اگر این رسانه ها هم نباشه بر کدوم رسانه میتونه اینجوری پوشش بده؟ لحظه ای و دقیقه ای گزارش رو از ایران میگیرن و پوشش میدن. خبرنگاراشون دارن روزی 20 ساعت کار میکنن. من خودم که یک رسانه کوچیک دارم، باور کنه از اون روزی که شروع شد
این غذا و پشت همین کامپیوتر خوردم، تلویزیونم اصلا باز نکردم ببینم که این دامار چه خبره، و چند ساعت میخوابم، بقیه هم میشینم خبرها رو از این ور از اون ور میگیرم، تو رسانه خودم پخش میکنم. بنابراین زدن رسانه کار دستگاه اطلاعاتیه. آخه تو یه وسط انقلاب تو بیای یخه سیما ثابت رو بگیری، یخه تلویزیون ایران اینترنشنال رو بگیری، خب اگه فرض کنه امروز ایران اینترنشنال، بی بی سی و من و تو و رادیو فردا نباشه، آیا بقیه میتونن جایگزین اون باشن؟ نمیتونن. یک رسانه به آدمای حرفه‌ای احتیاج داره، به یک تلویزیون حرفه‌ای احتیاج داره، و برای اینکه یک تلویزیون حرفه‌ای سر پا باشه 24 ساعته میلیون ها دلار پول میخواد. همینجوری که نیست، و خب اونا دارن انجام میدن. حالا مشکل دارن، عربستان با دولت ایران مشکل داره، خب داشته باشه، سودش به ما میرسه، چه اشکالی داره؟ فعالین ما میرن صحبت میکنن، مادران و خواهران این شهدایی که در ایران کشته شدن میرن توی این تلویزیون حرف اونو میزنن. اگر ببینید علارغم وجود این همه رسانه، مادر نیکارم بردن بگن آره دخترت خودکشی کرد، مادر اینم سارینو رو بردن میگن آره بگو دخترم خودکشی کرده. آخه این احمقا رو فکر میکنن مردم باور میکنن، ولی اگه این تلویزیون ها نبودن شاید خیلی باور میکردن. میگن به هر کسی که یک کوکتل مولوتوف بندازن نمیدونم 10 میلیون میدن، به اون نمیدونم فلان میدن. اینا اصلا به روی خودشون نمیارن که 200 آدم، بالای 200 آدم کشتن، 23 تا بچه رو کشتن. بعد میگن اینا پول از بانک‌های خارج می‌ریزه. آخه تو بیا اول ثابت کن که اصلا امکان داره که تو پول از طریق بانک‌های اروپایی یا آمریکایی بتونی سنتی بتونی ایران بفرستی. چنین چیزی امکان نداره. پولی هم که میشه از طریق صرافی‌ها است که اونم محدودیت‌های خودشو داره، اونم کنترل‌های خودشو داره. خب بگذاریم بریم. میخوام قسمت دوم در ادامه همین مسئله که ما چگونه مقابله بکنیم با توطئه‌ها و فتنه انگیزی های دستگاه اطلاعاتی، و اینکه ما چگونه پیروز میشیم، نقطه ضعف های ما کجاست، کمبودهای ما چیست، ابهامات چیه. این مبارزه که امروز هست مثل یه صحنه کشتی، دوتا کشتیگیرن، یه کشتیگیر در مبارزان ایرانن، طرف مقابل جمهوری اسلامی، سپاه داره، بسیج داره، ارتش داره، 17 تا دستگاه اطلاعاتی داره، تانک توپ داره، ملا داره، پول داره، ثروت داره، دولت رو در اختیار داره، مذهب رو در اختیار داره. خب این ور دستش خالیه، گوش میکنید، دستش خالیه، و برای اینکه دستش پر بشه باید برمیگردن به اون چیز کشتی، باید فن زد، و برای اینکه فن بتونی بزنی باید نگاه تو عوض بکنی. ما نگاه های گذشتمون همش میرفتیم جنگ میکردیم کشته بشیم، بعد بشینیم برای شهدای خودمون عزاداری کردن. نه، اینو باید بذاریم کنار. ما باید کمترین هزینه رو بدیم، کمترین کشته رو بدیم، بیشترین مردم رو جمع بکنیم، و حتما و حتما پیروز بشیم. با این نگاه باید بریم جلو، و با هوشمندانه بریم جلو. مبارزه هزار و پیچ و خم داره، هزار تا تکنیک داره، هزار تا فن داره که طرف پشت رو به خاک بمالونیم. حالا من یکی از این ویدیوهایی که در 24 ساعت گذشته واقعا خیلی دیده شده، یه چند لحظه روی این مکس می‌کنم. گفتن بیرون از خرفت تو پا در گوله، تو دیگه شخف نمیشی، گرچه سن من از آقای جنتی بیشتر نیست، داری
درست گفتین. مرگ من خیلی دور نیست. برای همین خواهم از شر ترس و استراغایی که تو این سالها ناجوان مردم بیشون هم انداختین خلاص بشن و آرامش بگیرم. واقعا نگاه بکنید میکی، این ترسی که در همه این سالها تو جونم انداختین، میخوام رها بشم، میخوام با آرامش بمیرم، من دیگه ترسی ندارم. ببینید محمد عمرانی یک دوبله رو هنرپیشه و هر صورت هنرمنده، ببین چه بلایی سر این آوردن، چه بلایی سر فاطمه معتمد آریا آوردن. منفجر شد معتمد آریا. ببین اینا رو دست کم نگیرین، اینا اومدن به صف مردم. بعد میبینیم یه آدمایی که عناصر اطلاعاتی هن، اگر هم نباشن عناصر اطلاعاتی اینو به اینا ماتریال میدن، میرن عکس 10 سال پیش 20 سال پیشی که مثلا با خاتمی یا نمیدونم با روحانی گرفتن رو میارن علم میکنن. به قول علی کریمی حرف خوبی زد، گفت بعضیا 58 گفتن نه، که یکیش منم اینجا نشستم به جمهوری اسلامی نگفتم، یه ده سال 60 نگفتم، یه ده سال 76 نگفتن، یه ده سال 88 نگفتن، یه ده سال 1401 میگن نه. قدمشون، قلمشون روی تخم چشم ما، بذار بیان کنده بشن. جمهوری اسلامی 1% بیشتر نداره، همون 1% رو شما تبدیل بکنید به 1,000,000 آدم، مثلا 1,000,000 بسیجی سپاهی. ما باید اعلام بکنیم، باید از همین امروز بگیم آقا در حکومت فردای ما اعدام نداریم. متاسفانه بعضی ها شروع میکنن ما میگیریم میکشیم. نه عزیز من، ما دادگاه هست، میفرستن تو اردوگاه کار، برن کار بکنن، کشور را آباد بکنن. برای چی بکشیم؟ ما برای چی داریم مبارزه میکنیم؟ ما مبارزه میکنیم علیه اعدام. سران حکومت باید محاکمه بشن، ولی ما به ارتشی و به نمیدونم هر کسی که همین امروز پیوست، یعنی قبل از پیروزی هر کسی اومد، ما میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم. اونهایی که تا آخر این گلوله وایستادن، خب طبیعتا یا تو اون جنگ کشته میشن یا دستگیر میشن و عادلانه محاکمه میشن، حق وکیل دارن، دادگاهشون علنیه، نه مثل حالا که دادگاه همه پشت درهای بسته. بنابراین خیلی از من میپرسن، یا از همدیگی میپرسن، یا از کسایی که فکر میکنن اونا مثلا کسی میدونن. اولا هیچ کس نمیدونه فردا چه خواهد شد، ولی اینه میشه گفت ما با تاکتیک ها، با تکنیک ها، با فن های خودمون میتونیم اون قشر خاکستری رو بکشیم به طرف خودمون، همونایی که لای پرده رو باز میکنن، صحنه رو نگاه میکنن، در دل با مردمن. باید یک کاری بکنم اونا رو بیاریم، نباید کاری بکنم اونا رو هل بدیم. خب این انقلاب یک شعار ایجابی داره، زن زندگی آزادی. هر کس اینه داد از ماست، اون زندگی عادی میخواد، اون دموکراسی میخواد، اون علیه تبعیض. واقعیت اینه که زنان ایران در انقلاب 57 یا به اصطلاح فاجعه ملی بهش بگیم یا هرچی اسمی رو برش بذاریم، شرکت فعالانه داشتن، ولی همین نصف جمعیت ایران بدترین ظلم علیه اونا شد، بدترین ظلم شد، تأخیر شد. این اومد به میدون، این یک حرکت جهانی است. این حرکت رو باید پاس بداریم، دست برداریم از خودخواهی‌های ما. هیچ به هیچ چی نمی‌رسیم. چه من الان برم
کمونیست بشم یا چی برم نمیدونم طرفدار سنی، تاثیر در روند نمیذاره. همه ما این توان داریم که حمایت بکنیم. حرکتی که توی کانادا شد، 50,000 نفر اومد تو خیابون، یعنی 50,000 رای برای دولت کانادا مجبور حساب بکنه، مجبور رابطهش رو قطع بکنه، مجبور 10,000 سپاهی رو ممنوع ورود بکنه، ویزایشون رو بگیره. خب ببینید تأثیر داریم. و اتفاقا همین مبارزه اول اکتبر که در سراسر جهان شد به مردم ایران رویه داد. حالا ما به تصور بکنیم حالا به جای اون بیاییم همدیگه رو بزنیم، که البته این کار رو نمی کنیم، ولی باید مواظب بود. جلوی نفوذی ها رو گرفت. مسئله اصلی متن، نه حاشیه. و برای متنم به هر حال یعنی ادامه مبارزه و کشاندن اونهایی که در واقع مرددن و نباید با حرکت‌های افراطی اونها رو برونیم. کسایی اومدن دستشون رو بفرشیم و منتظر بشیم که این ریزش ادامه پیدا کنه. من قبلا هم گفتم هر خیزشی یک ریزش داره و این ریزش داره خیلی وقت شروع شده. از یه ماهی که مبارزه شروع شده این ریزش هم شروع شده. ترس و اضطراب در درون نظام افتاده. حالا سعی میکنم که یک فیلمی رو برای این که به من گفتن پیر من خرفت، تو پاد لبه گوله، تو دیگه چه خفه نمیشی. گرچه سن من از آقای جنتی بیشتر نیست، ولی درست گفتیم مردیم خیلی دور نیست. برای هم میخوام از شر ترس و استراهایی که تو این سالها ناجوان مردانه به جونم انداختین خلاص بشم، با آرامش بمیرم. از دیگه سکوت نمی کنم. میدونم شما برای ساکت کردن ما انگیزه مادی داریم، ولی انگیزه ما قویتر عشق به رهایی. شما مسلحی؟ خود ما مسلحی. گرمترین سلاح جهان تو دست ماست. خونمون خون ندا و نوید و نیکا، خون پویا و حدیث و محسا. چه سلاحی گرمتر از خون بچه های ایران از زاهدان تا کوهستان؟ واقعا صحبتاش، من 10 بار این فیلم 1.5 دقیقه رو گوش کردم، واقعا با تمام وجودم حرفای اون رو احساس کردم. شب و روزتون خوش.